سلام دختر گلم. ناشتا خوردی بابا؟ لقمه تو جاش گذاشتم. قبل از امتحان قول والله رو بخون. یه دقیقه صبر کن. تنها بره؟ آره بچه که نیست، تازه برزو مثل شیر مواده بشید. مادرم محسنم میاد بار داره. محسن باشون نمیره، ملوس مانعش میشه. با بیگانه که نمیره زن، برزو پسردائیش هسته. مردم به شجره نامه کسی کار ندارن، همین که ببینن دو جوون با همن حرف در میارن. مگه از بچگی با هم بزرگ نشدن؟ شدن ولی با خانواده. من حوصله شهر رفتن ندارم زن. حداقل بدرقشون بکن که مردم خیال نکنن ما خبر نداریم. همه اهالی ده میدونن که ما ناف این دوتا جوونو به نام هم زدیم. رسمن که حرفشو نزدیم، عهدی بوده قدیم بین ما و خونواده شمانا. مگه یادت نی قرآن به میون آوردیم تا زمانی که خودشون اظهار علاقه نکردن ما حرفشو نزدیم؟ خیلی خوب، پس ما باید بهشون فرصت بدیم تا اظهار تمایل کنن یا نه؟ حالا؟ پس کی؟ مهتا امتحان داره، غافلگیر میشه امتحانش خراب میشه. چی شده زهرا خانومی وقت صبح؟ قبر ملوک سلطنه است، زن امیر احتشام. سن من و تو قد نمیده، در زمان خودش قوقایی به پا کردن. شباب خوابم میاد، میگه فراموشم کردن. خب چرا به فامیلش خبر نمیدین؟ کسی ندارم، شوهرم از پا افتاده، جوونا منو باور ندارن. آدرسشو دارین؟ آره دارم دارم. بدین من باورتون میکنم. تو امروز کار داری؟ چطور؟ شهر نمیری؟ چی؟ من به دختر قول دادم امروز تا شهر همراهش برم، امتحان داره طفله. مگه اونا به قولشون وفا کردن که ما بکنیم؟ پسر بیچاره من پیر شد از بس به پایین دختره نشست تا تحصیلش تموم بشه. که شد؟ نشده مادر، تازه میخواد بره دانشگاه درس دکتری بخونه، 7 سال طول میکشه، بعدش هم کی مرده کی زنده. کجا مادر؟ برم گاوا رو بدوشم. الهی بمیرم برای بچه. 3 سال با مهتا فرق داره، این باید با یه بچه یتیم سر کنه و گاف بدوشه، اما این دختره باید بره دانشگاه و درس بخونه. خدا ایشالله از سر تقصیرات من و تو نگذره. تقصیر من چیه؟ تو این یه کارشون دیگه دخالت نکن، خودشون میرن تو ماشین حرفاشونو میزنن. من چشمم آب نمیخوام. آب بخوره، پسرم حجب و حیا داره، به مادرش رفته بده. من آزنم بابا. به سلامت پسرم. برو تو ماشین بشی منتظرش باش تا اون بهت اول سلام کنی. سر پیچم که رسیدی صاف و پوزکنده بهش بگی دوستش داری. اگرم تا حالا صاحب کردی به خاطر این بودی که درسش تموم بشه، و الا فکر نکنی ها تو این آبادی تا دلت بخواد دختر فرام بود. اینا رو نگی ها. چرا نگه؟ حسودیش میشه. خب بشه، بذار از حسودی بهتره که با اون 4 تا کلاس درسی که خونده فکر کرده کیه؟ چرا خودتون نمیگین؟ ما زبونمون مهره، تا شما حرفیشو نزنی قسم نمیشکنی. اگه قبول نکرد چی؟ وای بر من، پس پشت بابات نیستی. ملوس چیه؟ خودتی؟ مگه تو نبودی که منو با یه یابوی مردنی از تو قبیله دزدیدی؟ خب بله. پس این آقا چیش کمتره؟ تازه
وانت خارجی داره. اومده هیچی نگو. علامت رضاست. به محض اینکه بار تو تحویل دادی میبری زرگری و یه حلقه میخری و انگشتش بکنی. نه نه نه، کلا سرش میذارم، باقیش با ما. برو تو، برو برو. اشکالی نداره دخترم، ما همه از یک خانواده ایم، با هم بزرگ شده ایم، عیبی نداره بابا جون. سلام عمو. سلام برزو. بجون بابا، آفتاب در دره. نقشت نگیره، پدرش باش میره. نمیره، دست از باغش ور نمیداره. قبول. همینجا وایسا، الان میام. زمین آب و سنگ. یادم میاد وقتی کوچک بودم سال یک بار تو چله تابستان میرفتیم اونجا. زناشون زلال مثل آب، مرداشون سخت مثل صخره. راستی هنوز اون مراسم سالانه رو انجام میدن؟ بله، ورچال. یک روز از سال اواسط بهار همه مردای ده میرن دامنه دماوند برای فصل گرما برفای قله رو توی یک آب انبار بزرگ ذخیره میکنه. زنان واسه خودشون حکومت تشکیل میدن. یک بار دیدم، پدر بزرگم سالها امیر رشکر ولایت لاریجان بود. سن اولش هم از همون محال بود. نرگس خاتون 20 سال سر خاکش نرفت. پیغام داده. به کی؟ به خواب متولی امامزاده اومده. چی گفته؟ گلمند بوده، گفته فراموشش کردن. به خدای محمد فراموش نکردم. خودم فراموش شدم ولی اونو فراموش نکردم. من هر سال به نامش صدقه میدم، برای سفره پهن میکنم. او خدای بزرگ، آدمیزاد وقتی میمیره باز هم توقع داره. چرا از فامیلهای خودش گلمند نبوده؟ تکفیرش کردم. برای چی؟ خلاف عرف زمانش دل به یک غریبه میبنده، به شازده، به پدر بزرگ من. حسن شجاعی بوده. قبرش خراب نکردن؟ کسی با مرده ها کاری نداره، ولی قبرش پوسیده، درش زنگ زده. کسی رو میفرستم تعمیرش کنم.
به بچه هام خبر میدم. منم کمکشون میکنم. بالاخره هرچی باشه نرگس خاتون از طایفه ما کشتگرها بوده. امتحان چطور بود؟ خوب بود. در واقع عالی بود. بهترین روز زندگی. برد اون دختره رو دیدی؟ همون که باهات خداحافظی کرد؟ آره. اسمش پروین بود. دانشجوی شیمی همون دانشگاه. ولی دوست داره پزشکی بخونه. به خاطر همین دوباره کنکور داد. میدونی؟ با هم دوست شدیم. رفیق رفیق. خونه‌شون همون نزدیکی‌ها بود. آره. یه خونه شاهانه با یه باغ بزرگ. حسودید شده؟ اصلا بردار مهتاب چیه؟ باز غیرتی شدی؟ یادت وقتی بچه بودیم چقدر تو سر کله هم میزدیم؟ چقدر با هم قهراشتی میکردیم؟ تو چنگ میندفتیم ماهی منو میکشیدی؟ من از در جیغ میزدم. بعد از ترس بابا میرفتی پشت مامان قایم میشدی. آره همیشه هم همون جون از من حمایت میکرد. بابا گولم میزد. او خواهر و برادر که اینجوری با هم رفتار نمیکنند. بیاید بیاین آشتی کنید. راستش باورم شده بود که خواهر و برادریم. تو من دوست نداری مهتاب؟ چرا؟ عین او برادرم. برادر یکی یه دونه. مصیبت داری؟ وقت اخباره. شایدم کوه ریزش کرده باشه. مصیبت هم نباشه بابا مصیبتش میکنه. کتریت سوخت دخترم. تو به کتریت برس. بفهمی. اینم خوشی. خدایا خودت منو از دست این مرد نجات بده. اومدن. عرض نکردم برمیگردم. بگو اول مهتا رو بفرسته. خودش عاقله، اول اونو میفرسته. اول مهتا رو بفرست. من از رو پل میرم. پل بده. میرزا چه؟ صبر کن خانم، را پر از چاله چوله هسته. مواظب جلو پاد. سلام. سلام. چرا قدیر کردی دلم هزار را رفت؟ نکنه سینما رفتی ناخلا. شایدم با هم رفتن شام خوردن. هیچ جا نرفتی. بعدی یه پیغوم داشت مال یارو زن متولیه. رفتیم اون رو رسوندیم. یعنی حرف هم نزدی؟ چرا؟ تو ماشین یه حرفایی زدی. همین برای ما کافیه. خب چی گفتین؟ قبول کرد؟ کیا قبول کنه؟
منو؟ مگه خودش کیه؟ هیچی هم نباشه، اقلا باغ دارم. تو هم داری؟ بله، پهنر باقی ممکنه مال ما باشه. باغ، اون خونه، حتی اون دختر و اون پیرمرد باغبون مشاع بین ما و اوناست. اینا همه حرف بابا جان، عمو قرص و محکم رو ملکش بایستده. خب اگه باغ مشاعه، بعد چرا کوداتون رو توش نمیریزین؟ بعد چرا مشارکت نمی کنین تا باغ آبادتر بشه؟ اگه نظر جنابالی اینه، از فردا غلامت برزو در خدمت. مامان به کسی نگی، فکر کنم قبول شدم. خدا رو شکر، تو رو به اون شیری که بهت دادم قسم. تا حالا صبر کردی؟ یکم دیگه هم صبر کن. تا کی؟ تا ببینیم خدا چی میخواد. خدا همونو میخواد که من میخوام. با اون لباس نریا، رو پوش میپوشم. لیلا جان تو واسه نتیجه ها رو نگاه کن تا من بیام. مطمئنی میخواد ازدواج کنه؟ دیلزودشو نمیدونم، ولی همه میگن این دوتا با هم میخوان ازدواج کنن. وضع مالی باباش چطوره؟ باباشون باغدارن. ما یادتون نیست به مدرسه کمک میکردن؟ پس چرا تو خوابگاه زندگی میکنه اگه پول داره؟ لابد به خاطر دوستاش. این درسته، اولیشون داره. الله اکبر، الله اکبر بابا، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، سبحان ربی الاعلا و بحمد الله اکبر. سلام، قبول شدی؟ قبول شدی؟ پزشکی؟ مبارکه. پس شیرینیش کو خانم دکتر؟ نصف باغ مال تو. قبول، اما مهرت میکنم. مهرم حلال، جونم آزاد. دیگه چی؟ خدافظ برزو. بشین اینجا دعوای مردم رو بشمار. هیچی نباشه پهنش که مال ماست.
سگم بودی بهتر از این زندگی میکردی. چی شده؟ کاری ازت ساخته نیست. برزو اوزا خرابه، تو برو خونه امو. برو. نمیگی چی شده؟ مهتا قبول شد. الهی شد قربان وسودی چش که نتونده بریم. نبینی میخواد بره شهر دکتر بشه. کجا میخواد بره؟ هر جا که بره وصیت نامه آقا جون سر جاشه. تو کجاست؟ داستانو زیر زمینه پسرم و اینا. بذار در کوزه ها بشه بخار، فرصت از دست رفت. این همه غذا دوستات میان. نه برای شام. به هر حال قبول شدی باید سور بدیم. خانم شوهنارم دعوت کردم. پس امشب بله برون هم داریم. انشالله مبارک داماد کیه؟ انشالله پیدا میشه. شوخی میکنه. داماد کجا گیر میاد؟ انشالله پیدا میشه. یه مرغ دیگه هم باید سر ببریم. آجی دست شما رو میبوسه. من نمیتونم. آبشون بده یک شنو خیلی سر ببریم. بله پس باید شب کنیم تا برزو بیاد. سلام. به حلالزاده چطوری بابا جون؟ الحمدلله. تا حالا کجا بودی؟ بیا بابا این فقط کار توی. چیکار کنم؟ مرغه رو. لیلا سطل تو بگیر، سهم گسالاتو بریزم توش. بیشتر ما در بزن تو خدا بیشتر. بستشه، خودمون هزار جور بدبختی داریم. آقا هم که سیر نمیشه. بستشه مادر، از حالا باید عادت کنی که علف بخور. آقا هم که دندون نداره. میری یاد بستش بگیرم. سب دختره یا خونه عمو دعوتیم، دیرمون نشه. بابات که نمیاد. چرا؟ مثل همیشه دستش تنگه. خونه عمو نمیای؟ بله گرفتم، کار زن هست. من بیام بگم چی؟ کی گفته؟ ناسلامتی تو پدر دامادی. دل و دماغ ندارم. گوساله رو بفروش دل و دماغ پیدا میکنی. تو خودی دیگه چی میگی؟ یافتم. پشتر خوده؟ یادگار ننه خانومه به عروسش میرسه. ما تو درویش کن پسرم، به زودی برات حلالش میکنه. سلام حاج عموز. سلامتون بخیر. سلام شبتون بخیر. سلام حاج آقا. بفرمایید. خدا بد نده کت خدا. سنگ بروز کنم سنگ. دکتر گفته رامش کرده باید همش را برم قدم بزنم. دکتر؟ دکتر نریا میکشته. سلام زن موشش بیانده. سلام سلام.
بهش کنم. اون آقام قراره دوماد بشه. با پس چشم دوماد بود. سلام. حالت با چطوره؟ خیلی خوشحال شدم از اینی که دیدم. سلام آجا. بفرمین اونجا بشین. بفرمین. نگاه نکن بابا جون. بذار خانوما راحت باشن. بله. وای وای آقایون بعد به بزرگی خودشون ببخشن. فرمایش دکتر باید قدم بزنن. خدا بد نده کت خدا. سنگ کلی میرزا محسن سنگ کلی امانم بریده. نگران نباش من اسلامش میکنه. وای سنگت را افتاد بابا. نگو بابا اسمش بیاری کو هم را میفته. بیا بریم به این حرف گوش ندیم. بیا بشین باهات حرف دارم. از صدای ناله بابات فهمیدم که سنگش زود زود را میفته. به محصی که سنگش را افتاد بیارش پل خودم. نبرش دکترا بدبختتون میکنم. او یه قطع زمینم میفروشی خرجش میکنین آخرش هیچی به هیچی. اختیار دارین خاله ملوس ما که شما رو بیشتر از اینا قبول داریم. امسالم نذر کردم که صلواتی کار کنم. با امید خدا. انشالله. دوستای مهد آوردم. انشالله عروسی خودش. به نیت برزو. خیلی خوش اومدین بهتر جون. مهد جون نمیخوای به بابا اینا خوش اومد بگی؟ آخه واسه خاطر تو اومدم. چرا چرا الان مهد جون برای آقایون چایی ببر. چشم. بفهمید امشب این خانه بهشت است که جانون اینجاست. گل اینجا بلبل اینجا یک دمی رخ بنما چون مهتابان اینجاست. به 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 اسپندون جون هاجا اسپندون اسپندونه اسپند سی و سه دونه بهتره که چشم حضور از خودی و بیگونه. بر من غلا ازش بگیر خیلی به هم نزدیک شدم. اسپند اسپندونه اسپند سی و سه دونه بهتره که چشم حضور از خودی و بیگونه. میبخشید هاجر خانوم هرچی باشه مهتا دخترم نوی منم هست. اسپندونه اسپند سی و سه دونه بهتره که چشم حضور از خودی و بیگونه. من برای این همه مهمون شام ندارم. اما من دعوتشون نکردم. شما نبا خودشون بردم. نگفتم بله برون داریم. حالا میگی چی کار کنم؟ بفرم بشین 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 بفرم بفرم. برای کار خیر عجله نکن. بذار به وقت دیگه. یا الله یا الله چی شده کت خدا؟ چرا بلند شدی؟ آقایون خسته هستن. سنگ را افتاد بابا؟ نه بابا جون آقایون را افتادن. ایوا خدا مرگم بده میرزا حسن چرا پاشدن؟ اصرار کردم فرمودن خسته هستن. شام دارم میکشم. شما بفرمایید. دستتون خسته میشه. بفرمایید. خیلی بد میشه کت خدا. ایوا مادر چرا پاشدن؟ تو برو به مهمونات برس. بابات خودش وایساده جلوش. بفرمایید. خودتونه. یه لقمه شامی بود. میموندیم با هم. اصلا دست شما درد نکنه. خدا حافظ. هیچ نفر دفعه نه ان شاء الله جواب. محبت آوردین. محبت آوردین. لطف آوردین. خدا حافظ میرزا حسن. آقایون تشریف نبرید. ما با میرزا حسن نداریم. ملوس خانم وقت زیاده. ان شاء الله سر فرصت. با اجازتون. کجا؟ خدا نگهدار. تو کجا میری هاجر جون؟ بابا مریضن دیگه باید بری. خدا نگهدار. خدا حافظ شما. خدا همراه. ماما میزنه ما رو زحمت نکنه. ماما تو رو خدا ماما. خیلی خوب برو. چی شد؟ حرف زدی؟ فرمودن یه وقت دیگه. من این حرفا سرم نمیشه. همین امشب به زورم شده نشونش میکنم. بدون شاهد؟ چی شاهدی بهتر از دوستای مهتا؟ برش دار. اومدن دنبال دوستای مهتا. زحمت نکش خانومی مهمونای مهتا هم دارم میرم.
میگم که انگشتر خودم بدم یا بدم برزو بده. مادر میده. خیلی بد شد. کاش کی شام میموندی. ببخشید خانم، خداحافظ شما. خیلی خوش اومدید. زحمت کشیدید. خداحافظ. لطف کردیم. ببخشید زحمت دادیم. همگی خداحافظ. یادت نره مهتا، پنجشنبه زور منتظرتیم. آره میخواییم شم فوت کنی. وا وا بیوا، 12 زور منتظرتیم. همگی خداحافظ. خداحافظ. تو رو خدا یه دقیقه باستی. فقط یه دقیقه. خدا میدونه چقدر انتظار کشیدم تا یه همچین روزی برسه و مهتا درسش تموم بشه. ابا چرا؟ الان بهت میگم. الان میگم. ملوس خانم. ملوس. چیه؟ صبر کن. مادر. دیگه صبرم تموم شده. تا کی؟ وقتی کله نی؟ چی شده مادر؟ هیچی عزیزم، طور نشده. من یه خورده هول برم داشته، خوشحالم. میدونی آخه منم مادرم، آرزو دارم، دوست ندارم که نوهام بعد از این بگن عرب خاک مادر بزرگم. ملوس خانم، این حرفا رو بذاریم بر بعد. بچه ها دیرشون شده، دمپل منتظرشون هستن. خانم ها دیرتون نشه، بفرمایید. خواهش میکنم. حالا به مادر بزرگت بگو چایی بار بذاره. بفرمایید آقای بار. مامان ملوس، مامان ملوس، مهمون اومده، بی چایی بار کن. شنیدم. اینا کی هم؟ مهدر داره شیرینی بخش میکنه. شیرینیه چی؟ میخواد بره دانشگاه. میخوام که نره. موضوع دیگه یعنی این که بنده اصلا ویتامین زاده. ویتامین ملاحظه بفرمایید، همین هایی که شما میبینید، تشریف بیارید، تشریف بیارید، همین هایی که میبینید، زنبورای اصلا، زنبوراش با همه زنبورای دیگه فرق. توجه فرمودید؟ بله. ماه از کدوم طرف سر در آورده؟ از پشت زنم و ملوس. خر آشتی آشتی آشتی. به یه شرط. چه شرطی؟ که حلقه رو دستت کنی. اگه در آوردین دستم میکنم. مهمون داریم. میدونم. چایی تازره؟ هی یا حاضره؟ داره میاد. پاش آشتی کن. بی تربیته. یکم تخصی. باهاش حوصله کنی سر عقل میاد. پس یه مهتر میخواد. بی ادب. بفرمایید دهنتونو شیرین کنید. یه خورده بریز توی بشقاب ببرم برای مهمونم. مهمون کیه؟ یه شازده دون بریده. آخ جون، پس بریم شرفیاب بشیم. نه خیر، مگه یه دختر دم بخت به یه مرد بیگانه نگاه میکنه؟ برو ببینم. آه، 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 آ
کجا ملوز؟ مهمون داری؟ مگه نمیبینی بیمار دارم؟ زن من دست شفا بخشه، برای هر مرضی دوا داره. مزغون چیا برن؟ شما هم بابا رو میبرید لب چشم من، الان میام اون سنگم بده پل من باشه. آی وای آی آی وای وای آی آی وای فلا دارم میبینم بس دیگه سیر شدم. مگه باید سیر بشی؟ شیرینی چیه؟ افهم بشی مردی و موندی باید بخوری. بخور مردم مردم دارم اینجا بخور. این چه رسمیه؟ این رسم رسمه قدیمه، باید اجرا بشی. دهن باز کن ببینم. بفرمایید شیرینی چی خانم؟ دانشگاه قبول شدن. سلام موفق. خیلی ممنون. بفرمایید بخور دیگه بابا. بخور راحت شی. گرد بده قدران خفه میشم. بخور من از فکر نمی کنی دیگه بستشه. خواست نزن. بخور گرد بده سوش راحت شی. دارم میرم اینقدر حرف نزن. یه دون از اون شیرینی به من بده بخورم. کامم تاق شده. دهنه تو بز کن. بخور گرد بده بشی ببینم داری خفش میکنی. گرد بده داری خفش میکنی معلومه. چون خفش نزنه دخالت نکن. من خودم کارم بلدم. دماغ زوری که نمیشه. معلومه بسته دیگه. خفش نزن. بذاری کارم بکنم. بخور ببینم گرد بده. بخور بذار سنگت بیافته. دارم میمیرم. دارم میمیرم. مردی و موندی باید بخوری. باید بخوری بابا. فرار کن کت خدا. بده ببینم بابا. مردم بابا بابا کمکم کن. اسرائیل دو بلند کرده. بیبر خونه ما کرد خدا. بودو ملوش شور چیه؟ کف خدا رفت خونه مهتا. گابه بطوله بودو برو رو بومه مسجد. همه شیرینی آشیمون ریخت. فدای سرتون. خدای شکرت نجات پیدا کردم. وای دلم وای وای. دسته چی شده خانمی؟ جای گاز دیشب سرکاره. پس یادگار بمونی. از این یادگارا زیاد دارم. کجا قایمش کردی حاجه؟ سنگش ریزش کرده رفته مبار. وای به حالش اگه بدون سنگ بیاد بیرون. چی شده؟ مرلوس امروز خیلی شنگوله. والا من از کار این مهتا سر در نمیارم. بیا تو تا سر دراری. خود روغن داری بگی به من. ملوز دست وردار. ملوز دست ور نمیتاری. آبروزی دیشب یادت رفته؟ رضا داد. روغن اینجاست. چی میگفت؟
ملوس جون خودت قول دادی باشه شما در بیار من دستم میکنم چی میخوای دخترم بگو خودم بهت بدم لگم برای کت خدا میخواد چی کار؟ میخواد دوش پیشاب کنه پس چی شد مهتاب؟ قضیه جدیه شنیدی که حالت خوبه دخترم؟ حالم خیلی خوبه بابا میرزا محسن وقتشه مهتا کجاست؟ پیداش نیست؟ رفته تو اتاق مثل این توق لعنتی در نمیاد پسرم اون نداره داده اوضاع مناسبه امروز پس معطل چی هستی؟ بذار بیاد بیرون شاباش میریزم رو سره ببینیم و تعریف کنیم عروس خانم اومد شما کی هستین؟ بیا مهتا با تو کار دارم کیه بطور؟ شازده امیر احتشام شازده؟ خیلی وقت نسلشون برافتاده اگه شازده باز یکیشون از آسمون میفته پایین
نگفتم یکی زیر پاش نشسته؟ نگفتم؟ الو؟ سلام شما؟ بله بله حالتون خوبه؟ خدمت مادرتون رسیدم. شما تشریف نداشتید. بله میخواید بیاین؟ بله اینجا دهه، از هر کس بپرسید خونه ما رو نشونتون میدن. بله خواهش میکنم. قدمتون روی چشم. ممنون. خدافظ. شازده کیه؟ مادر من باید بدونم شازده کیه؟ همینجا باید همه چیزو بگی. جلوی شوانا. هر کی میخواد باشه. به شوانا هیچ ربطی نداره. چرا ربط داره؟ داستان ما هم تموم شد. همین بود بابا. این همه آه و ناله به خاطر همین یه ذره بود. ناتوانی بشر دخترم. کت خدا به سلامتی سنگ تو گرفتم اما مهتا رو از دست دادم. قضیه رو جدی نگیر ملوس خانم. جمعه روز حکومت زنانه. یه جوری قضیه رو حل کنیم. بفرمایید. راستش از دل منم رفته ولی تازه تو دل من جا شده. بمیرم برا داداشم. رقیب پیدا کرده خونش به جوش اومده. هیچ رقیبی در کار نیست. پس این بگو مرمون تلفنی چی بود؟ والا هیچی نبود. بی خودی شلوغش کردین محکم لج کرد. اون روز که میبردمش تهرون یه پیغام داشت از این یارو زن متولی امامزاده واسه کس و کارمون شازده خانم، همون که رو سنگ قبرش در آهنی بزرگه. ملوک و سلطنه؟ بله. فقط اینکه بیان سنگ قبرشو تعمیر کنن. حالا هم فردی یه نفر داره میاد. همین پیغامشو به کی دادی؟ در خونهشون. مهدا رفت و من دم در وایسه بود. پس بگو کس و کار همون شازده خانم قابشو دزدیدن. هرچی باشه یه رگ مهدا خانم به اونا میرسه. هیچ ربطی به هم ندارم. به تو وای بر من. پس بذار من برات بگم، برات بگم این شازده خانم تکفیر شده که سال تا سال کسی الهم نمیده سر قبرش نمیخونه کیه؟ پشت سر موضوع حرف میزنم. حرف نزن. بالاخره آقا به حرف اومده. بله به خاطر اینکه هیچ وقت من جدی نگرفتیم. چون هر وقت خواستم حرف زنم با پشت از دادین تو دهنم. میگیم بچه هم گولم میزنم. نمیفهمم آخه ما داریم جوش تو رو میزنیم. جوش میزنیم؟ به خاطر اینکه هیچ لطفی در حق من این بطول نکردیم. همیشه در حق من این کوتاهی کردیم. باریکلا باریکلا. میفرمایید این هیکل رعنا رو پس کی بزرگش کرده؟ سر صفره عمو. درسته میگم بطول؟ تا 10-12 سالگیم فکر میکردم پدرمون عمومونه. چه بیراب طرف میزنه این بچه؟ چی طورش کردن؟ عشق شدیم. حالا سر صفره کسی که یه عمر میشینه اون رو نمک میخوره عاشق نمیشه بطول. یعنی دوستش نداری؟ نمیدونم نمیدونم شایدم نه. دست از سرم بله میداری بطول؟ نه تو رو خدا اینو نگو. ببین اگه اینا رو بگی فکر میکنن تو جان زدی. اون وقت ملک به ما نمیرسه. حداقل تا روز زنان صبر کن. خودت که میدونی رسممون چیه. توی این روز هر دختری به نامزدش هدیه میده.
اگه قراره نشه بذار مهتا سرپیچی کنه، اون وقت ملک به تو میرسه طبق وصیت خانبالا خان. میخوام نرسه. سب کن، پس لااقل به فکر لیلای من باش. بسم الله الرحمن الرحیم. من پارسال حاکم روز زنان بیمه، طبق سنت هر سال امسال خامی حاکم جدیدی انتخاب آکنه. چون خداوند حکومت را نصیب آدم آکنه، اما پس استخاره که میارشیم که رأی حاکم فرد باشه یا زوج. و از ده طایفه من دعوت آکردمه، از طایفه شعون 15 نفر و از طایفه ملوس هم 15 نفر دعوت آکردمه. پس علاقه شخصی رو بینه نشون دادین، رأی رو به نام حاجر یا به نام ملوس دادین، و به خاطر اینکه علاقه شخصی رو نشون دادین شما جا به جا ببین تا من استخاره آکردم. بنویس ملوس 15 تا، حاجر 15 تا. حاجر خانوم 14 نفره. راست میگن، مهتا هنوز نیومده. این دیگه شانس ملوس خانومه. حالا شه وجدان نقاضی ها کنین بر اساس لیاقت این ده نفر جا به جا بردین. ببخشید. حالا شما بشمارین. هاجر 15 تا. بنویس. ملوس 14 تا. سلام. دیر کردم؟ مبارکه. هاجر حاکم بگی. خاطر دهر قرق و تمام راه‌های ورودی ره بر هر بیگانه و نامحرمی که ون سن 7 سال بیشتر بوه بندیم. در خاتمه کی جاون جوان گوش هاکنن، اونهایی که به خواست خدا قرار هسته که سال دیگه به خنه بخت برن، طبق سنت همه ساله به پیشواز شمردمون برن و با هدائن اتا هدیش نومزه اون جا تجدید پیمان ها کنن. Thank you.
اون کیه؟ خدا کنه همونی باشه که منتظرشی. پس مواظبش باش، ببین کجا میره. کنیم؟ نه، تعقیبش کن ببین کجا میره، بذار چهار تا آدم زنده هم ببیننش بعد دستگیرش کنیم. خیلی خوب. امروز زنه تویده حکومت میکنن، مردم اینجا بحث دو وقتال میرون، خدا قبول کنه. بابا
دنیا برای ما شوانا فقط و فقط همین یکی دو ساعته به غروب مونده است. اگه تونستی ازش اعتراف بگیری که حقمونو گرفتیم، وگرنه نه از ملک خبریه نه از عروس. دیدم دنبال یک کس دیگه ای هم میگشتی. آره یادم. دنبال کی میگشتی؟ جون بکن، جون بکن. از طایفه کشتگر نبود؟ آره خانم کشت. مهتا کشتگر؟ آره اون خودش گفت بیام اینجا. بگید بیاد به داد من برس. پس عاشقش هم هستی، بیقرارم هستی. دیدی حاجا؟ دیدی اعتراف کرد؟ تو همینجا موضوعش باش، تو من برم خبر. خب بر سر همه رو میشه غریبی میذاری؟ شوهرم طلاقم میده. تو هم بیا. چرا نمیری ملاقات شازده جونه؟ بیقرارته. من با کسی شوخی ندارم بطو. منم با کسی شوخی ندارم. قضیه خیلی خیلی جدیه. تهمت میزنی؟ تهمت نمیزنم، خودش اعتراف کرد. حرف دهنتو بفهم. خانم خانم بطو خانم مهتا خانم، محکومت تشکیل ندیدیم اینجا بدون هم بیافتین. دیدی؟ دیدی سکینه خانم؟ دیدی چجوری به مامور حکومت توهین میکنه؟ برو پیکارت با اون چماقت. خانم این در خصوصی از در پشتی برید. منظر قادی نازدار امیر صالحی حرمت طیبی. سلام ننه. سلام علیکم. چه حال خاره؟ من زیاد ببم و نون ممار ندی؟ اون بردن، اون بردن. چه خبر؟ اعتراف کرد. چی گفت؟ مرتب مهتا رو میخواد. پس برو زودتر ولش دار بیار که الان وقتشه. سلام. سلام. چی شده هربت؟ میام شما جو مشورت کنم. در چه موردی میخوای مشورت کنی؟ من کیجا زیاد دارم. میدونم 5 تا دختر داری. خانم مردی خانه بره اجازه دادم میبره زن با بره. برای چی مردت میخواد زن بگیره؟ به خاطر اینکه خانم اجازه اجاق روشم باب. ولی دختر زایی به زن عروس نمیشه. اون مشکل مردته. من چیکار کنم؟ خب بهش اجازه نده. بعد خلقی کنم وقت. بعد خلق میشه؟ خب بفرستش اخلو بر. خوش خلق میشه. خدا کنه اگه بخواد. انشالله. دیگه کسی نیست. چرا؟ یه نفر دیگه مونده. اونم شازده متجاوزه. جرمش چیه؟ جرمش بیشتر از تجاوز به شهر زنانه. چه جرمی از این بالاتر که تمام زندگی منو تباه کرده، گلمو قاپیده، گلی که تمام آرزوهامو تمام خواسته هامو به پاش ریخته. موقعی که مریض بود تا صبح بالای سرش نشستم.
نازشو خریدم، کهنه‌هاشو شستم، شیر گلوی بچه هامو گرفتم ریختم تو حلقش. آیا سزاوار بود بعد از تمام این بدبختی ها جلوی هر کسی ناکسی منو بی حرمت بکنه؟ اونا به خاطر یه شازده نکبتی. راجب کی داری حرف میزنی ملوس؟ راجب مهدا خانوم. دروغ میگه، تهمت میزنه. ملوس هیچ حقی به گردن دختر من نداره. شیرم ایشالله حرومش باشه، پس اون قباله چیه؟ قباله مربوط به ملکه، به دختر من ربطی نداره. اسمش پشت اون سند نوشته شده. یا به جای اینکه وایسی باهاش جر و بس کنی، برو مهدا رو بیار خودش دفاع کنه. برو دیگه. آره روزا، اینجا چی کار میکنی؟ اون آقای اونی که از کود خریده. خوب اومده تو آبادی. امروز چرا؟ این همه روز خدا رو کم آورد. حالا کجاست؟ تو خونه میزه اصلا دستگیر شده. شازده حقیقت داره. موزه بزن تو بخم کجا رو رایه کردیم مکتب ها؟ آبرو کسب بکنه، حیثیت خانواده رو ببرده. برماکن بدبخت، برماکن. مهدا جون، روی من زمین ننداز. بیا بریم به همه بگو این حرفا دروغه. بیام که چی؟ با ملوس تا همه دهم بشم؟ همه باورشون شده ملوس معرکه ای گرفته. التماس میکنم، میدونم تو پاکی. نوه نرگس خاتون ملوک السلطنه تکفیر شده، یک عمر اجدادشون خون ما رو میکیدن، حالا نوه هاشون فیلشون یاد هندستون کرده. بی حرمتی نکنی، گناه هیچ پدری به گردن فرزندش نیست. خودش اعتراف کرده، نیازی به دفاع نداره. کی هستی برادر؟ من کسی نیستم خانم. دروغ میگه، شازده است. خودش گفت نوه نرگس خاتون. بذاری خودش صحبت کنه. من مأمورم. مأموری کی؟ اربابم مهلقا امیر احتشام، دختر شازده بزرگ. تو پسرش نیستی؟ من سگه کسی نیستم خانم. کلک میزنه. بچه رو گفتی پسرشی؟ خانم من وکیل کرده، وکیل پسرش کرده که برم سر قبر جدش سرکشی بکنم، یکی رو پیدا کنم تعمیرش بکنم. و در ضمن نظری هم داشته، میخواستم بدم به کسی که خواب مهلقا خانومو دیده. کی خواب دیده؟ من خواب دیدم. چند شب خواب ملوک سلطنه رو دیدم، به من پیغام داد، منم پیغامشو رسوندم به دختر میرزا حسن. اون خودش به شما رسوند؟ من نمیشناسم. خانم من گفت برو اونجا راهنماییت میکنه. تو اونو اصلا ندیدی؟ نه من نمیشناسمش.
به من گفت برو راهنماییت میکنه، کمکت هم میکنه. پس چرا به بچه های خودش این پیغامو نداد؟ آخه اون پیرزن هیچ کسی نداره، همه نفع نتیجه هاش خارجن. پس تو کیش هستی؟ من سرایدارشم. زنم داری؟ آره دو تا بچه هم دارم پسره. دوستشون هم داری؟ من نوکرشونم، من نوکر خانمم، من نوکر همه خانم ها هستم، بذاری من برم. آقای خودتی، ثوابم کردی، کبابم شدی. یه عمر حرمت مادرامونو تهدید کردن، پدرامونو شلاق زدن، حالا اگه دو خال مو از سر غلامشون کم شد گناه کردیم؟ زخمشو مرهم بذاری، کارشو را بندازی، نظرشم به جا بیاری. نظر برای اون تکفیر شده؟ کار درست و همون تکفیر شده درست انجام داد. نه من و تو که هیچی از زندگی نفهمیدیم. توی 12 سالگی فرستادنمون خونه شوهر. هنوز مزه شیر مادرم یادم نرفته بود که دیدم دوتا بچه رو دارم شیر میدم. شوهرم همسن پدرم بود. وقتی پسرم زبون باز کرد به روح آقاش قسم میخورد. خانما، کدوم یکی از شماها تا قبل از هجرتون با شوهراتون حرف زده بودین؟ حالا من چون شوهرم مرد تونستم درس بخونم، وگرنه منم به جای معلمی نهضت هنوز داشتم کهنه میشستم. منم به سنت ها احترام میذارم، ولی با تکفیر اون مرحوم سخت مخالفم، چون به نظر من اون یه فرشته بود. اون در یه کوچه باغ خلوت به دور از چشم دیگرون مردشو دید و به این ترتیب انتخاب خودشو کرد. بله اون عاشق شده بود، برای همینم تکفیر شد، چون اون زمونا عاشقی برای دخترها کفر بود. حالا خانوما، شاید شما از دست من ناراحت بشین، ولی باور کنین ما راه و رسم برادری رو به بچه هامون یاد دادیم، ولی راه و رسم عاشقی رو نه، چون میترسیم. بابای من برای اینکه چشمم به چشم جوانای این ده نیفته منو مدرسه شبانه روزی گذاشت. مگه فاصله خونه ما تا مدرسه چقدره؟ من به عنوان یه دختری که تو این ده زندگی میکنم هنوز پسر همسایه‌مون رو حتی نمیشناسم، اصلا هیچ کس رو نمیشناسم و مطمئنم که دیگران هم منو نمیشناسن. سلام، مهتا کشکر منم. سلام خانم، چرا نیومدی من از اینجا بفرستین من بریم؟ قسمت این بود که شما پیشا پیش کفاره گناه نکرده من رو پس بدین. من تازه فهمیدم که نرگس خانم ملوک السلطنه دختری بوده از طایفه ما کشتگرها، و این باعث افتخار منه یه زن یه قرن پیش به خاطر شکستن دیوار تعصب راه عاشقی رو انتخاب کرده. البته من به پای اون نمیرسم، ولی برای رهایی از سرنوشتی که اون قباله لعنتی برام رقم زد و به خاطر اینکه یه سرنوشتی مثل مادرم نداشته باشم، طبق سنت هایی که داریم مثل یه نامزد به استقبال جوانای ده میرم و با یه دسته گل تو سیبستان ملوک السلطنه منتظرشون میمونم تا از بین اون همه برادر غریبه پیدا شو و گل از من بگیره، تا ببینیم خدا چی میخواد تو من عروس کدوم یک از شماها میشم. اگر به وصیت جد بزرگوار عمل نکنی روح اون مرحوم همتون نفرین میکنه، شر به پا میشه، شلوغ میشه، جنگ به پا میشه، دست جوانای ما به خون آلوده میشه. هیچ کس نباید خبر داشته باشه، این شرط منه. خانوما، مشمول زنبه این دختر هستین اگر به جووناتون خبر بدین. دوستیامون شقه میشه به خاطر یه وجب خاک، دعوا میشه، اختلاف میشه، جنگ میشه. ما یه گلی سر راه میکاریم، کسی که ذوقشو داشته باشه میچینتش. دو پا داری، دو پا قرض میکنی میری به افچان به پدر بزرگ میگی تمام جوانی های بالای دیگه رو جمع کنه از راه سیبستان ملوک السلطنه بیاره، به کسی دیگه نمیگی. برای چی؟
صبر داشته باش پیرمرد. سنت شکنی کار آسونی نیست. بچه جان گوش به این حرفهای مردم نده. این مردم بالاخره داخل معصیتت میکنن. خدا رو خوش نمیاد این حرفها مال خانواده بی سواد و چپان هاست. این حرفها نه آقا درویش، کرم از خود درخته، ربطی به با سواد و بی سواد نداره. ساکت میرزا محسن، صحرا پر از موشه. چیزی که عیانه چه حاجت به بیانه. بابا ظل خوب نیست. من اگه جای تو بودم مثل اون برفا آب میشدم. کاش به اندازه اون جوون میفهمیدی. خدا ما آخرش نفهمیدیم چرا ما رو از این راه آوردی. وقت یک بار سراغ آدم یار پسرم. برین با فاصله برید، فکر کنید که یک گوهر گرانبها تو مسیرتون افتاده، پیداش کنید. کت خدا با من شوخی میکنی؟ به اولیا قسم که شوخی نمیکنم، یادگار جدمونه. رسواییه کت خدا، به خدا رسواییه. ما کدوم یکی رو زنمون انتخاب کرده که این دومیش باشه؟ میرزا حسن فراموش کردی که ما یه رسم دیگه هم داریم. هیچ رسم دیگه ای وجود نداره. قرار گذاشتیم که سال یه روزم که شده اعتماد به زنمون داشته باشیم. اونا تصمیمشونو گرفتن، تصمیمشونو گرفتن. تصمیم گرفته شده. ارزو تو کجا؟ هیچ جا، برم یه خونه. به ارواح جدمون اگه تپه نرگس رد بشه تردد میکنم. دیگه پسر من نیستی، بده من اون سویجا. مهتا من اومدم، منتظرت بودم.